فرانسه یکی از اعضای همیشگی شورای امنیت سازمان ملل متحد دو هفته پیش با برداشته شدن تحریم ها بر گلبدین حکمتیار مخالفت کرد. اکنون روسیه عضو دیگری همیشگی این شورا گفته است که مانع برداشته شدن این تحریم ها خواهند شد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید روسیه مسئله بیرون شدن نام حکمتیار را به تعلیق درآورده است، اما جلوی آن را نگرفته است. روسیه به وقت بیشتر نیاز دارد تا این مسئله را بررسی کند. صرفا یک بحث مهلت خواستن دولت روسیه هست و نگرانی خاصی را تا الحال ما نمیتونیم تصور بکنیم. اما مسکو با مخالفت به بیرون شدن نام رهبر حزب اسلامی از فهرست سیاه چه هدفهایی را دنبال میکند؟ ما امیدوار هستیم که روزها بنابرای که مقروز ملت ما از نگاه اخلاقی، از نگاه سیاسی، از نگاه انسانی هستند و تمام فروپاشی و تخریب افغانستان برمیگرده به سیاست‌های غلط شوروی سابق که جانشینشان روس هستند. امیدوار هستیم که امو فاجعه انسانی را با روش بهتر خود جبران کنند، نه ای که باعث یک فاجعه دیگه شوند، ولی ما نمیپاشیم. داخل شدن دوباره روسیه در مسئله افغانستان و میزبانی مسکو از نشست سه جانبه چین، پاکستان و روسیه درباره طالبان و جنگ افغانستان، حکومت افغانستان را نگران ساخته است. هر نوع تماس با این گروه ها بدون مشوره مردم افغانستان، بدون خواست مردم افغانستان، جفاست به حق تمام قربانی هایی که ما در چند سال گذشته متقبل شدیم بر دفاع از وطن و بر مبارزه با تروریسم بین المللی. حکومت افغانستان در ماه سپتامبر سال 2016 میلادی یک توافقنامه صلح را با حکمتیار امضا کرد و در ماه دسامبر در نامه‌ای از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار برداشته شدن تحریم‌ها بر رهبر حزب اسلامی شد.